گفتگو با شهریار مدنی پور درباره رمان عقرب کشی. حمید دهقانی و تجربه اجرا در فضای باز. در کارگاه تاها هیدری، هنرمند ایرانی ساکن بالتیمور. رمان تازه از شهریار مندنی پور، نویسنده ایرانی، توسط نشر مهری در لندن منتشر شده به نام عقرب کشی. شهریار مندنی پور از نویسندگان مطرح زبان فارسیه که از اون تا کنون چندین رمان و مجموعه داستان کوتاه منتشر شده، مثل راز نیمروز، مومیا و عسل، شرق بنفشه و دل دل دادگی. شهریار مندنی پور حدود 15 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد. در آمریکا رمانی از او منتشر شد به نام سانسور، یک داستان عاشقانه ایرانی که مورد توجه منتقدان قرار گرفت و به بیش از 10 زبان ترجمه شد. رمان عقرب کشی آقای مندنی پور هم پیش از اینکه به فارسی منتشر بشه به زبان انگلیسی و به نام ماه پیشانی منتشر شده بود. شهریار مندنی پور امروز از لس آنجلس مهمان منه. آقای مندنی پور، لطفاً با خلاصه ای از داستان عقرب کشی شروع کنیم. در مورد یه افسر وظیفه دیدبان در جبهه غرب، جای مشرف به شهر حلبچه، و خب بمباران حلبچه رو میبینه، بمباران شیمیایی حلبچه رو میبینه، یه دلبستگی داره به اون، با دوربین اون شهر رو میبینه، مدرسه اون مجا رو میبینه، دلبستگی داره به اون بچه ها و شوکه میشه، کنترل رفتارش رو از دست میده، جاشون لو میره و آتشبار عراق میبندتشون به خونپاره. بعد از سالها، 5 سال بیشتر در بیمارستان ها، حتی یا نوعی تیمارستان ها که خودش رو مخفی کرده، از خانواده هم فراریه، خانواده پیداش میکنن میارنش خونه و روسا و شبها رویا این میبینه که یک کرغه نامزدی دست یه دختر میکنه بدون که چهره دختر رو ببینه. و دیگه باید خواننده اگه دوست داره بخوندش. چرا اسم کتابتون عقرب کشیه؟ یعنی چی عقرب کشی؟ یه جپهی بودیم به اسم کورموش، در دشت زاب بود و جپه خطرناکی بود، عقرب هم زیاد بود. هفته یکی دو تا سه تا عقرب زده من داشتم از سربازان و تو حد سنگر همیشه یه تیغ بود، سرومی که نداشت بهتاریمون، و اولین کارم این بود که این تیه زخم و تیه جای نیش رو تیغ بزنم و خون زهر رو بمکم تا بعد آمبولانس بیاد و سرباز رو ببره. سرباز ها میگفتن ما عقرب رو خشک میکنیم، داخل توتون سیگار میکنیم و میکشیم و این هیمون میکنه، یه همچی چیزی. من امتحان نکردم. عقرب کشی استعاره است دیگه، فقط به معنای این نیست که چیزی دیگه تدخیم بشه و حالتی عوض بشه، نه، استعاره است برای شرایط جنگ که انگار هر کسی اونجا داره عقرب میکشه، عقرب در جانشه. شما تو دوران جنگ ایران و عراق خودتون جبهه رفتید و تجربتون از جبهه تو بعضی از کارهاتون وجود داره، دربارش نوشتید. چی شد که در کار تازه‌تون هم دوباره سراغ جنگ رفتید؟ به هر حال جنگ هر چقدرم که زمان ازش بگذره لایه‌های دیگه‌ای پیدا می‌کنه، چه در تاریخ چه در حافظه ما. و خب تجربه‌ای بود که من داشتم و بختیار بودم که زنده برگردم و حالا داستانش رو بنویسم، نه گواهی تاریخیش رو، ولی داستانش رو بنویسم. و متاسفانه به خاطر سانسور تاریخ در ایران خیلی وقتا شاید صادق‌ترین روایت از جنگ رو باید در داستان‌های این سمت بید، نه در داستان‌های دولتی. داستان از زاویه دید دو فرشته موکل روایت میشه که بر شونه‌های چپ و راست شخصیت داستان نشستن. زبان این دو تا فرشته با هم متفاوته. چرا برای اونها دو تا زبان متفاوت انتخاب کردید؟ به نظرم هر داستانی یا هر رمانی فرم روایت خودی روایتی خودش رو میخواد و راوی خودش رو. برای این رمان سالها دنبال فرمش بودم، داستانش رو تا حدی داشتم بدون پایانش. اگه درست یادم باشه تو برلین به ذهنم رسید که چرا من روایت کنم، چرا یه شخص روایت کنه. دو تا طبق روایات ظاهرا تو مسیحیت هم هست، در اسلام هم هست،
دو تا فرشته هستن موکل بر شانهای چپ و راست و اینا اعمال ما رو می نیسن. اولین نکته که به ذهنم رسید، خب نصر این دو تا فرشته باید با هم فرق بکنه، چون خب خیر و شر یه امر متافیزیکیه، تعریف های متفاوت داره و آدم هم خیلی هم باش توافقی ندارن چی خیره چی شره. از نظر من فقط ساختن زیبایی خیره. برحال برای که دوچار این تعریف نشم، دو تا نصر متفاوته و واقعیت یا خیر و شر یا تا شانه چپ یا شانه چپ و شانه راست از زاویه دید این دو نصر نوشته میشه. یه تقسیم بندی کردم که کدوم روایت ها رو چپ بنویسه، کدوم روایت ها رو راست و کدوم روایت ها به نصر راست شانه راست درست در میاد، بهتر در میاد و کدوم به نصر شانه چپ. اینجوری بود تقسیم بندی من. شما دو تا کتاب اخیرتون رو به زبان فارسی نوشتید که بعد به انگلیسی ترجمه شد و به انگلیسی منتشر شد. معروفه که شما نصر فارسی شاعرانه ای دارید. آیا فکر میکنید این حال و هوای نصرتون در ترجمه هم منتقل شده؟ تا حد زیادی به انگلیسی منتقل شده. خب به هر حال نحوهای مختلف دارن این دو زبان و کارکرده استعاریشون متفاوته. بخیاری من بود که با مترجم خوب آشنا شدم و با هم سالها رو سانسور یک داستان عاشقانه کار کردیم. اولم کار ساده نبود تا اون به نصر من آشنا شد و بعد من به زبان انگلیسی اون آشنا شدم. اما از پسش بر اومدیم. خانم سارا خلیلی من همیشه مدیونش هستم و به نحوی زبان فارسی منو به عقرب باز کرد. اگر میشه چند خط از رمان عقرب کشی برامون بخونید. نازنین من، خیلی خوب است که هیچی نمیدانی از تنهایی یک اثر وظیفه دیدبان در قله ها و میشه یک دفعه ممکن است اتفاق بیفتد و میشه یک هو بعد است. خواب باشی یا بیدار، یک هو فوارهای خون به زمین نازل میشوند و مثل اسید خاک را میخورند و خیلی همیشه ناگهانی با کلاشینکوف های عقربی روسی و جسه های شاخگاوی آلمانی سربازهای برهی به جان هم میفتند. آنها که به اطمینان به چشمهای من تخت خوابند دیگر و دیگر شاید حتی فرصت پیدا نکنند مرا سرزنش کنند. نمایشگاه مروری بر پورتره‌های شهلا حسینی در گالری امکان برگزار شد. این نمایشگاه تعدادی از کارهای دوران دانشگاه حسینی رو در کنار چند چهره نگاری متأخرتر او گذاشته. تعدادی از طراحی‌های این نمایشگاه تمرین‌های اوست که با زغال و پاستل گچی کار شدند. اما جدا از این بخش، نمایشگاه نمونه‌های تازه‌تری از پورتره نگاری‌های حسینی رو شامل میشه که توی این کارها مسیری شخصی‌تر رو دنبال کرده. در یکی از کارها چهره فریدون آو هنرمند شناخته شده رو می‌بینیم که با لباس یونیفرم مانند روبروی ما نشسته و به جای نامعلوم خیره شده. بار حسی این طراحی با شناخت حسینی از شخصیت آو گره خورده و جای این حس نمود بیشتری پیدا می‌کنه که می‌بینیم امضای حسینی هم به امضای شناخته شده آو شبیه شده. در یکی از طراحی‌های رنگی نمایشگاه، نقاش چهره تکیده مادرش رو در بستر بیماری کار کرده. چین و چروک‌های چهره با خطوطی بیانگر کار شدند و چشم‌ها، بینی و لب با اندکی اغراق حالت جسمی و روحی مدل رو به خوبی نشون میده.
مروری بر مجسمه ها، عروسک ها و نقاشی های بیژن نعمتی شریف در گالری شیرین برگزار شد. بیژن نعمتی شریف از جمله هنرمندهایی بود که در سالهای طلایی فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دهه 50 با این نهاد همکاری میکرد. نعمتی شریف که سال 91 درگذشت، ابتدا در جایگاه عروسک ساز و بعدتر مجسمه ساز و نقاش کار میکرد. مجسمه های این نمایشگاه با فایبرگلاس ساخته شدند و روی اونها رنگ های خالص صورتی، زرد، قرمز و سفید خورده. هم در نقاشی ها و هم در مجسمه های نعمتی شریف با تکه پاره هایی از اندام عروسک ها، اشیا و حیوانات روبرو میشیم که با منطقی شبیه به نقاشی کودکان کار شدند. در بخشی از نمایشگاه چند مجسمه و نقاشی رو می‌بینیم که انگار در اونها ابتدا مجسمه ساخته شده و بعد هنرمند به نقاشی از همون مجسمه پرداخته. در بخش دیگه‌ای از نمایشگاه تعدادی از عروسک‌های نعمتی شریف رو می‌بینیم. عکس‌های آرشیوی این عروسک‌ها هم تعداد زیادی از کاراکترهایی که نعمتی شریف برای نمایش‌های عروسکی ساخته رو جلوی چشم بیننده قرار می‌ده. نزدیک به یک ساله که سالن‌های نمایش در خیلی از کشورها خلوت شدن یا تعطیل شدن. برای همین بعضی از گروه‌های تئاتر برای اینکه بتونن در این شرایط به کارشون ادامه بدن، به اجرا در فضای باز رو آوردن. مثل یک گروه تئاتر در شیکاگو که در فضای عمومی پارک نمایشی مبتنی بر بداهه پردازی اجرا کرده. تماشا با حمید دهخانی، عضو ایرانی این گروه، صحبت کرده. حمید دهخانی هستم، کارگردان تئاتر. حدود 15 سالی هستش که یکم بیشتر تئاتر کار میکنم. الان حدود 2 سالی هستش که با آمریکا اومدم برای ادامه تحصیل. اینجا توی شیکاگو تا حالا 2-3 تا کار کارگردانی کردم توی آمریکا، ولی اخیراً به خاطر شرایطی که به وجود اومد تمام تئاترها تقریبا تعطیل شدن. من و یه سری از دوستان هنرمندم تصمیم گرفتیم که یه گروه تئاتر تشکیل بدیم که بتونیم بیرون از فضای سالن تئاتر نمایش اجرا کنیم. اسم گروهمون هست استودیو تئاتر چمن یا علف، به خاطر اینکه توی فضای بیرون توی پارک ها معمولا اجرا میکنیم که بتونیم با مخاطب بیشتر درگیر باشیم و در ارتباط باشیم. آقای نگاه ماشین میندازن دیگه، چقدر تعارف میکنه؟ واقعا تنظیمه؟ بادمانداش چی؟ اونا هم تنظیم هم؟ برای تعمیرگاه هم خواستی بدین فرمونه رو تنظیم کنن، چون تنظیم نباشه اون جلوتر جنگله. از نمایشایی که توی ایران کار کردم، برای خود من مهمترینشون نمایش از اطراف میلاد بود که جوایز زیادی هم گرفت و توی سالن ایران شهر اجرا شد. تمرینای خیلی خوبی داشت، بازیگرای خیلی خلاق که از دل بچهای دانشکده سینما و تئاتر شکل گرفت و اومد بالا. نمایش دیگه که آخر نمایشی بود که توی ایران کار کردم، نمایش تخلف میزانسنی که سهراب بود. نمایشنامه‌اش رو خودم نوشتم و توی سالن تماشاخانه استاد انتظامی توی خانه هنرمندان اجرا شد. توی ایران یه خوبی که داره اینه که بچه‌ها توی خلق اثر خیلی مشارکت میکنن، یک آزادی عملی وجود داره که اون روحیه توی سیستم منظم و مشخص تولید تئاتر آمریکا وجود نداره. من تونستم از همون روحیه استفاده کنم، اونو آوردم پیاده کردم توی نوع کاری که ما میخواستیم و لازم بود توی این دوران انجام بشه و الان خوب جواب داده. And we're going in for a late workout after that jog. After the wow. Whole jog, very impressive. You know, perhaps I have a new regimen. I have to give her a lot of credit. These days you're staying at home, you're not doing too much physically inside the home. Oh, and he's back to his one-man dance party. Oh, yeah.
You know, interesting. It's not the same sort of smile he had with his buddy on the phone. No. He's got a sort of dead look in his eyes. And almost he moves as if his body so gracefully. ایده اولیه گزارش یک اتاق از اونجای شکل گرفت که من و همسرم داشتیم یه روز توی خیابون قدم می‌زدیم و همسرم به این اشاره کرد که چقدر جالب میشه اگر الان که همه مردم توی خونه موندن و خیلی زندگی ها شخصی و ایزوله شده ما بیایم و مثلا اون زندگی شخصی رو به صورت خیلی عریان به مردم نشون میدیم. بعد از اون من به این فکر کردم که چطور میشه این ایده رو جذاب‌تر کرد. به این فکر کردم که اگر ما دو تا گزارشگر داشته باشیم که بیان و تمام رویدادهای عادی یه زندگی فرد رو به صورت خیلی هیجان انگیز گزارش کنن، این تضاد بین این دو خودش یه کمدی به وجود می آورد که برای تماشاگر خیلی جالب بود و همچنین نشون میداد که چقدر کارهایی که میتونه در واقع عادی خیلی باشه میتونه از بعد دیگه چقدر جالب باشه. من و این آدما داستانای خودشونه، یعنی درگیریای خودشون داشتن. مثلا شخصی نمیتونه که کتابش رو تموم کنه، چرا؟ چون اون کتاب اونو یاد خاطره میندازه مثلا از دوستی یا گذشته ای و مدام اینو میبره توی فکر و خیال و اونو کتاب میذاره کنار. ولی با داشتن اون گزارشگره که با شور و هیجان اونو روایت میکردن ما در واقع میخواستیم اون اهمیت درونی که اون عمل برای اون شخص داشت رو نشون بده. Moving on to the leaves, one might argue the most interesting part of her subject. ویژگی بدایه‌پرزی اینه که شما نمیتونید همه چیز رو پیش بینی کنید. برای این یک اتفاقات جالبی که مثلا توی اجرای اول افتاد، جزی از کار شد. یکی از اونها این بود که گزارشگر ما صداشون با تأخیر به بلندگوها میرسید و خود این یک ویژگی کار شده بود. با وجود که خیلی نزدیک بودیم به مخاطب، با وجود که کنار اونام بودیم، این اتاق و گزارشگرها توی یک فضای دیگه وجود داشتن. یک محیط نمایشی دیگه براشون ایجاد میکرد. اما چیز کلی که وجود داشت این بود که همه ما داستان داشتیم با تمام اشیا و توی اون داستان‌ها آدما به هم ربط پیدا میکردن. یک جای ما به هم گره خورده بودیم. مثلا من اون مبل راحتی رو توی گذشته از کسی خریده بودم که بر حسب اتفاق گزارشگر به این اشاره میکرد که اون آدم امیلی بوده، یه فرد دیگه که دوباره توی همین اتاق زندگی میکرد و به این ترتیب ما خطوط زمانی و مکانی رو در واقع باهاشون بازی کردیم و شکوندیم. تاها حیدری نقاش ساکن بالتیمور در آمریکاست که اغلب از تصویرهای آرشیف شده در نقاشیهاش استفاده میکنه. حیدری تأثیر زیادی هم از فضای مجازی و بازیهای کامپیوتری گرفته. اون با استفاده از جلدهای مجلات قدیمی و عکسهای خانوادگی پورتره‌هایی میکشه با صورتهایی محو شده یا پیکسل شده. سری زدیم به کارگاه تاها حیدری تا درباره کارهاش برامون صحبت کنه. ارتباط عجیب با نقاشی دارم. تمام کودکی من یه جورای درگیری بوده با ابزار نقاشی، بوم، رنگ. نقاشی برای من راجع به تصویر ساختنه، اینکه حالا عکاسی چجوری تصویر میسازه، چجوری میشه تو نقاشی به این فکر کرد، پرینت چیکار میکنه، چجوری تصویر تولید میکنه، فرقش با عکاسی دیجیتال چیه. برای من یه جورایی رویکرد جستجوگرایانه علمی در جریانه، یعنی که نقاشی ابزار برای کنکاش تصویر، حالا به خصوص تصویر معاصر. برای من کلید 68 بود که همه ما میدونیم چی شد.
اینه تبدیل شد به یه خودآگاهی از 88. یعنی من فارغ التحصیل شدم، موازی بود با تهران، داشت میتبید اون بچهش برام زنده شد. نقاشی چی کار خواهد بکنه به عنوان میدیوم، چون رسانه رو دیدم داره چی کار میکنه، رسما داره مثل چاقو میبره، وصل میکنه، میدوزه، میبافه، تولید میکنه، انبوه میکنه، زوم میکنه، کراپ میکنه. بعد این من برام نقاشی سوال شد که حالا نقاشی چی؟ یه لاک پشت 40,000 ساله ای که از قار شروع شده تا الان چقدر میخوایی روی سطح دو بودی؟ چی میخوایی بکشید؟ وقتی زندگیمو گذاشتم بازی کامپیوتری کردم، دوست داشتم یه جوری نقاشی کنم که نزدیک باشه با بازی کامپیوتری، با تولید مکانیکی، یعنی نزدیک شم به اون تولید دیجیتال. من قلم کمتر استفاده میکنم، به خاطر همین میخوام نزدیک شم به اون ماشینه. ببینم چطوری میتونم وقتی راجع به پیکسل دارم صحبت میکنم یه ابزاری درست کنم که بیشتر شبیه کامپیوتر باشم، شبیه ماشین باشم، یا یه جورایی برم و بیام بین این دوتا. تصویر دارم، یعنی تصویرها جذبم میکنه، سیوش میکنم رو گوشیم یا رو لپتاپ. این تصویر میشه یه جورایی مرجع، رجوع میکنم بهش در موقع دارم وقتی دارم نقاشی میکنم. یه مثلثی میسازم، من اون تصویر سطح دو. برمیگردم یه عکس رو نگاه میکنم که مال سال 1352 روی مجله زن روز چاپ شده. من نمیدونم اون شخصی که اون تو کیه، زنده است، مرده است، که زنده است، یه جورایی یه جایی از دنیا داره راه میره، داره غذا میخوره، اون لحظه که دارم نقاشیش میکنم. از یه طرف اون تصویرش چاپ شده روی کاغذی توی مجله زن روز که توی انباری بعضیا تو ایران هست، یه ممکنه تو کشو یه نفر تو پیام انقلاب بره زندگی کنه، اون کاغذ داره اونجا پوسیده میشه عین بدن اون آدمی که ایجاد زندگی میکنه. یعنی یه جورایی همه چیز داره از بین میره. در این حال تصویر اون مجله رو کامپیوتر منه که پوسیده نمیشه، تبدیل شده به کد الگوریتم. این برای من بی نظیره. یعنی چجوری نقاشی، حالا وقتی یکی رو داری نقاشی میکنی رو مجله زن روز، کدوم اینا رو داری میکشی؟ این تکنیکی هم که حالا واسه به یه جایی رسیده تو این مجله زن روز، حاصل اونه، حاصل یه انگار که دارم میبافم چیزا رو، انگار که دارم از دست رفته بخشی، انگار بدن، انگار لباس اون مدل دختر شایسته ایرانه از دست رفته، یه بخشیش دارم جراحی میکنم برش میگردونم، یه بخشیش پیکسله، یه بخشیش فایل داغون شده. بعضی وقتا به این فکر میکنم که اولین مخاطب من گوشیمه، یعنی من اینجا میشه که اینجا نیست، هر کارم که دارم میشه عکس میگیرم. یعنی اولین چشمی که یا نگاهی که گوشی به نقاشی منو میبینه، ثبت میکنه، نظر میده راجبش، که صورت رو میشناسه، صورت رو میگیره، میگه این صورت اینجا. دومین نگاه هم انسان نیست، اینستاگرامه، یعنی الگوریتم اینستاگرام. این هم بازم بر من جذابه. وقتی شروع میکنم صورت ها رو میتونید بشناسه، یعنی مثلا گوشیمو میارم بالا، صورت ها رو فیس دیتکشن میکنه، بعد کم کم ناخودآگاهی پیش میره، من صورت ها رو به هم میریزم. خب خیلی فکر میکنم چرا، جواب پیدا میکنم برای خودم که اولا صورت ها بیانگرن،
باهات میخوان ارتباط برکنن، ولی این چیزی که نگاه میکنی چشم آدم هاست و صورتشون، باید میخوای بخونیشون، میخوای ببینی چه حالی دارن. برای من اینا کمتر اهمیت داره، برای من تصویر بیشتر اهمیت داره. به پایان برنامه رسیدیم. ممنون که با ما بودید. مثل همیشه یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی ببینید و گزارش های ما رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.